بسم الله الرحمن الرحیم. 56 مناجات رو شروع میکنیم از سلسله مناجات های 100 روز هزار خدا بر سر سفره کرم و رحمت پروردگاری که هم دهنده بیمنت است بر ما، هم حاتم طائی است برای ما و به ما کمک میکند تا بتوانیم از آنچه که در دنیا هست بهترین ها را سهم خودمون بدونیم. به نام خداوند، ای اول و ای آخر، یا حق، آغازی که تو صاحبش نباشی چه امیدی است به پایانش؟ پس با نام و ذکر تو آغاز میکنم روزم را، الهی به لطف و کرمت، الهی به لطف و کرمت بهاری بگردان روز و شبم را، که ببارد به تمام زندگیم باران شادی، باران سلامتی، باران رزق. ای دلیل و دستگیر ما، گناهکاریم، بار سنگینی از گناه بر دوش ماست، مدد نما، کرم نما که بار خود را سبکتر کنیم و روز به روز ساعت قلبمان به عشق حقانیت تو آمیخته گردد. ای طبیب طبیبان، کرم نما و دوای درد ظاهر و باطن ما باش. خودت از نهان و آشکار برای من خیر، برکت، رزق و روزی را روادار. خدایا، تو از نهان و آشکار هر چیزی آگاهی، ای شاه عالم. چشم امیدم به درگاه توست، ما گناهکاریم و تو کرمدار. تو کرمداری ای حق، از گناهان خود میترسم و امید به کرم و لطف تو دارم. خداوندا، از تو ممنونم که باز فرا رسید زمان با تو بودنم و من دلتنگ و بیتاب این لحظه‌ام. دلتنگ و بیتاب به درگاهت آمدم، ای صانع، تو بساز برای من هر آنچه که دیگران نمیتوانند بسازند. تو بساز، خدای تو بساز. خدای، میدونم اگه بسپارم به تو، سازنده که تو باشی، چیزی رو میسازی که تمام بشرت انگشت به دهن میمونن از این ساختن تو. آمده ایم با دست خالی به درگاهت، ای چرخ چیه جهان، دعا می نماییم و می خواهیم برای مدد تو، لطف تو، عنایت تو در شفای روحمان. یاری رسانه بی قدرت پر قدرت ما، ای کسی که منتی بر قدرتش نیست، ای کسی که شفاعتش با قدرت است اما منیتی در قدرتش نیست. ای یاری رسان و شفای درد ظاهر و باطن، یا سلطان خوبی ها، ما بنده توییم. بنده را جز اطاعت نشاید، به ما الفبای بندگی آموز. یا حق، بی نگاه لطف تو هیچ کاری به سامان نمی رسد. نگاهت را از ما دریغ مدار. یا حق، عنان من را از دست داده ایم، عنان ما را از دست نفس من بستان. یاد خودت را
چنان در دل من بنشان که تو از چشم من ببینی و از گوش من بشنوی و از زبان من بگویی. الهی ازت میخوام چشمم، گوشم، زبانم همه تو باشه. الهی آمین. یا حق، نگاه من را از غیر خودت بگردان. یا حق، همه بنده توییم، کلید همه درهای بسته در دست توست، دوای همه خسته ها در دست توست. به احسان، به لطفت، به کرمت گره ها و مشکلات همه ما را باز کن. یا حق، نعمت سلامتی را برای همه عزیزانم و برای خودم و عاقبت به خیری را برای همه عزیزانم و خودم و رسیدن به مقصد را برای همه عزیزانم و خودم به لطف و والایت برای ما مقدر بگردان. یا حق، نعمت سلامتی مبدع همه نیازها و عاقبت به خیری مقصد همه نیازها و والاترین نیازها است. الهی، بهترین نیاز در این دنیا دلخوشی است. تو را به رحمتت سوگند، تو را به رحمتت سوگند. آن را به تمام عزیزانم که در این سفره الهی دور هم جمع شده اند عطا بگردن. خدایا، نعمت سلامتی از همه نعمتها مهمتره. مبدع همه نیازهای ما نعمت سلامتیه، مقصد همه نیازهای ما نعمت عاقبت به خیریه و رسیدن به خوشبختی بهترین نیازهای ما و مهمترین نیازهای ما هستش. الهی، همه ما رو به این نعمت برسون. یا حق، به رحمتت سوگند، این امکان را به تمام عزیزانم بده. ای فریاد رس، ای داد خواه، ما را هدایت فرما که بدانیم داشتن دانش ما را از تو بی نیاز نمی کند. ای عزیز و بزرگوار، ای سلطان بزرگ ما، خداوندا بدفرجامی و بدنامی را از سرنوشت من دور کن و من رو از صفاتی که بزرگی تو، رضایت تو، رسیدن تو و عظمت تو رو در بر داره جدا نکن. یا حق، هیچ چیز جز دوری تو تلختر نیست. اگر پناه تو نباشد، چیزی جز تنگنا و چالش در زندگی نیست. ای پروردگار لیل و نهار، ای خداوند روز و شب، در روزم، در شبم من رو به مبدا، مقصد و بالاترین ارزش در زندگی برسون. امروز با نام و یاد خدا زندگیتون رو شروع کنید و راه برید و بگید ای پروردگار روز و شب، روز و شبم و تو بساز، تو بساز که خوب میسازی، تو برام بساز یا سانه، تو برام بساز که تو سازنده بسیار خوبی هستی. خداوندا، امروز به لطف و کرمت تو را با این نام ها به زندگیم فرا میخوانم و در زندگیم دقت میکنم و از تو میخواهم که تجلی حضورت را با این نام ها در زندگیم به نمایش بگذاری.
ای آن که نمونه اعلی از آن اوست، ای آن که صفات برتر برای اوست، ای آن که سرانجام و سرآغاز از آن اوست، ای آن که بهشت آسایش از آن اوست، ای آن که نشانهای بزرگتر از آن اوست، ای آن که نامهای نیکوتر از آن اوست، ای آن که فرمان و داوری از آن اوست، ای آن که هوا و فضا از آن اوست، ای آن که عرش و فرش از آن اوست، ای آن که آسمان ها برافراشته به قدرت و اراده اوست، ای پروردگار لیل و نهار، خدایا بساز روزم رو، بساز شبم رو با قدرت تو. خداوند روزی دهنده آدم هایی که به دنبال روزی هستند. ببینید، نمیگم خداوند روزی دهنده آدم هایی که بدبختن، بیچارن یا خیلی پول دارن، میگم خداوند روزی دهنده آدم هایی که به دنبال روزی بیشتر هستن. و تو هر چقدر روزی بیشتر از خدا بخوای، خداوند بهت میده. توی شغلته، توی ارتباط با فرزندته، توی رابطه با همسرته، هر جایی از زندگیت. بچه ها، رزق روزی اسکناس نیست، رزق و روزی دلتنگیه که تو برای عزیزات داری. وقتی ازشون دور میشی، این رزقه، این روزیه. یعنی تو آدمهایی رو داری که اونقدر دوستشون داری که وقتی ازشون دوری، از این دوری احساس خوشحالی و آزادی نمی کنی، از این دوری احساس دلتنگی می کنی. رزق تلفنیه که روی گوشی تو زنگ میخوره و اسم یه دوستی عزیز میاد روش و تو میتونی خوشحال بشی که یکی به یادته. رزق صدای پدر و مادریه که پشت تلفن نگران تو هن، حتی زمانی تو که تو میگی بهشون که مگه من بچم دارید به من این حرفا رو میزنید. اون رزقه، رزقه. و از خدا بخواید، از رزاق، از پروردگار شب و روز بخواید که این رزقها رو بی دریغه به زندگی شما بده و در کنارش برکت، در کنارش. بگید به خدا، خدای تو بساز بر من که خوب میسازی زندگی من رو، این رزق رو بر من حفظ کن. رزق برای مادری که قصه بچهش رو میخوره همون قصه بچهشه. قربون تو برم، رزق همون خونه به هم ریخته شلوغ پلوغ توه که نشون دهنده یک رفت آمده، یه حضوره. رزق همون پوستای شکلات افتاده کنار تخت بچه توه که نشون دهنده شیطنت و بازیگوشی این بچه هستش. رزق همین نفسایی که توی اتاقهای خواب شما الان داره میاد و نشون دهنده اینه که تو توی فضایی میتونی بلند شی که عزیزات دور و برت هستن. به خدا ما حواسمون به رزقامون نیست. بر چند ثانیه چشماتون رو ببندید و از خدا شکرگزاری کنید. ما قرار شد شاکر باشیم نه شاکی. رزق همین لحظه‌ای که تو الان هستی و توی این لحظه داری به اون چیزایی که داری فکر میکنی، این رزقه که تو قدرت فکر کردن به داشتهات رو داری. برای مادری که بچهش میشه قصهش، میشه دلشور و نگرانیش، نگرانی رزقه. چون اگه بری نگاه کنی ببینی خانومی که چشم انتظار داشتن یک بچه است، حاضر همه اینا رو به جون بخره، ولی بچه تو خونش بهش بگه مامان، اینا رزقه. همه چیزهایی که ما داریم رزقه، ولی حواسمون نیست.
دیروز وسط درس خوندنم خواهرم، زنمو، خواهر زدم، مامانم، دخترمو اومدن روی خط واتساپم که با هم تصویری صحبت کنم. بیشتر از 10 دقیقه یه روب شد. یه لحظه با خودم فکر کردم که دارند زمان من از بین میره، من میتونم مثلا دیگه بعد از این یه روب شروع کنم به درس خوندن. همون لحظه یاد ذکر دیروزمون افتادم. خدای من شاکرم نه شاکی. بلافاصله گفتم خدای معذرت میخوام، ببخشید. حضور این عزیزان که الان دوست دارن هر کدومشون از یک جایی با من صحبت کنن، این رزق، این کرم، این لطف توه و این عجله من برای تمام کردن ناسپاسی منه. ناسپاسی من. حواستون رو جمع کنین، حواستون رو جمع کنین، این رزق هاتون رو با ناسپاسی ها نادیده نگیرید. بعضی اون صبح که داریم میریم بلند میشیم بریم سر کار نگاه میکنیم بقیه اعضای خانوادمون سر تخت هاشون خوابیدن و اونا باید 1 ساعت دیرتر 2 ساعت دیرتر برن سر کار، بعد میگه من ای بابا خوش به حالشو. به خدای رزقه که تو میتونی زودتر از عزیزات بلند شی اونا رو ببینی، حتی قبل رفتنت یه چای دم کنی براشون بذاری و بری. این رزقه. خداوند رو امروز با این نام صدا کنیم، پروردگار روز و شب، خداوند رزاق و خداوندی که نعمت دهنده هست، خداوندی که نعمت دهنده هست. بارلاها شکر، شکر بابت صبح دوبارت، شکر بابت ضیافتی که من امروز دعوت شدم و بابت گوشهایم که شنید تو چقدر به من لطف داشتی و من تا چه اندازه چشمهایم را بر روی این لطفها بسته بودم. الهی امروز از تو با همه وجود تقاضای مدد می کنم و دستانم را پر نیاز به درگاه حق بلند می کنم و از تو می خواهم در لحظه لحظه امروزم دستانم را پر کنی از رزق و برکت و چشمانم را پر کنی از دیدن رزق و برکت. الهی در وقت دلتنگی فکر تو مرا آرام می کند، دستم را در دستت بگیر. امروز لحظه لحظه هایم را پر کن از رزق و برکتت. الهی دستان پر نیازم را به درگاه حقت امروز بلند می کنم و از تو می خواهم از همین حالا تا ابد، تا ابد، از خدا چیزای کوچیک نخواهی، از همین حالا تا ابد هیچ لحظه مرا محتاج هیچ بنده ای نگردانی. الهی مرا از فضل خودت فاضل بگردان و از رزق خودت مرزوق. الهی کمک کن در زندگیم بهترین باشم برای خودم، برای تو. آمین یا رب العالمین. آمین به همه دعاهاتون، آمین به همه رویاهاتون، آمین به همه آرزوهاتون، آمین به همه خواستهاتون و حال خوبتون. خیلی دوستتون دارم، خیلی مراقب خودتون باشین هر جا که هستین. برای دونه دونه رزقی که تو زندگیتون هست از خداوند سپاسگزار باشید، شکرگزار باشید و امروز رو با این نام شروع کنید، با این عبارت یا سانه تو بساز. بساز که خوب میسازی، بساز. بچه این صبح های جادوی ما واقعا معجزه میکنه توی زندگی همون، به خاطر اینکه تو داری ارتباطت رو با خدا قوی تر میکنی. از نظر من کسانی که صبح ها دارن بیدار میشن و توی برنامه ما هستن انسان های برگزیده هستن، انسان‌هایی که برگزیده شدند برای اینکه
حالشون خوب باشه، حسشون خوب باشه، زندگی خوبی رو داشته باشه. انسانایی که برگزیده شدن و عزیز شمرده شده. و من خیلی خوشحالم که شماها تو جمع شما عزیزانم هستم. خیلی خوشحالم. برای من، خانوادم، پدر و مادرم، برادر مرحومم، هر چقدر که میلتون بود هم طلب خیر و برکت و رحمت کنید. زیر پست آخرمون که خیلی هم پست جالبیه، حتما ببینیدش، در مورد خرافات و خیلی کارهای اشتباه هستش. زیر پست آخرمون بیاییم این عبارت رو بنویسیم: خدایا بساز که تو بهترین رو میسازی. یا سانه، همه با هم هر چقدر بتونیم با تعداد نفرات بیشتری خدا رو صدا کنیم، تو یک لحظه خاص یک سینرژی رو ایجاد میکنیم که خیر و برکتش همه رو میگیره. زیر پست آخرمون توی پیجمون بنویسیده: یا سانه، خدایا تو بساز که خوب میسازی، برای هممونم تو بساز. آمین. به همه دعاهاتون، براتون بهترین ها رو میخوام. منم می‌نویسم، منم هر روز صبح با شما ها این عبارت ها رو می‌نویسم. دوستتون دارم. امروزتون پر از خیر و برکت. صبح که بیدار شدم اینجا، انقدر دیگه اینجا بخار آب و هوا زیاد بود که اینجا معلوم نبود. شاید یه جای تو زندگی برگردی بدون اینکه خودت متوجه بشی، یه هایی سر برگردونی ببینی ای دل غافل، من رسیدم به جایی که خیلی در مخیلشون نمی گنجه. من کاری رو دارم انجام میدم که خیلی آرزوشو داشتم، خیلی رویاش رو داشتم و این رویاه، این آرزوه الان داره واقعیت زندگی میشه. و میدونید این برای چیه؟ این فقط به یک دلیله، اینکه شما با ایمان از کسی که سازنده هست خواستید بساز زندگیتون رو. ازتون میخوام بچه ها، همتون با هم بیایید از خدا بخواین که بساز زندگیتون رو. فقط بسپارید بهش، باور کنید سازندگیش رو تمامه. شما سازندگی خدا رو باور کنید، خلاص دیگه هیچ چیزی برای این که بخواید نگرانتون کنه وجود نداره. زیر پست آخرمون بنویس: خدایا بساز برای من که تو بهترین سازنده هایی. براتون بهترین ها رو میخوام از ته دلم. براتون آرزوی خیر و برکت میکنم هر جای دنیا که هستین. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. اینم جزیره نخل هست که ما الان روش هستیم و این جزیره نخله که شما دارید میبینیدش. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.